حالا اگه بحث رو دوباره ادامه بدیم برای حلقه وایل، ما میتونیم داخل حلقه وایل یک دستورات if break continue این چیزها رو اعمال کنیم. مثلا فرض کنید که تو این حلقه که داره میاد من درست نوشتم که بیاد مثلا این چهارتا رو بشموره، اما تو خود حلقه هم میتونم یک دستور break بدم که اگر رسید به یه عددی اصلا خارج شو، بدون که توجه کنی که آیا مثلا فرض کنید آی رسیده به 5، وقتی رسید به 3 از داخل خود حلقه بریک کنه. خب شما چیکار میکنید؟ میتونیم بیایم فرض کنید اینجا که یه دونه اضافه شده، من یه دستور ایف داخلی بنویسم، ایف پرانتز باز و بسته، بگم که اگر این عدد جی معادل چند شد، مثلا فرض کنید معادل 20 شد، معادل 30 شد، خب معادل 30 شد، من یه braces باز و بسته کنم اینجا و بنویسم break. درست نوشتم؟ بریکو درست ننوشتم. بریک. خب. این میاد چیکار میکنه؟ میاد حلقه رو هر بار که تکرار میکنه، وقتی که رسید به این خط میگه آیا جی مساویس با سیه؟ اگر جی مساویس با سی بود، میاد توی این دوتا رو اجرا میکنه و من توی این دوتا گروشه اومدم دستور بریک رو گذاشتم، یعنی کلن از حلقه خارج شو. دستور رو اجرا میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب 0 و 10 و 20 و 30، حالا اینجا این 0 میشه، 0 رو شاپ میکنه، بعد آی 1 میشه، یعنی یکی به آی اضافه میکنه. خب میاد اینجا 10 رو چاپ میکنه، دوباره آی 1 اضافه میکنه میشه 2، 2 رو ضربه در 10 میکنه میشه 20، 20 رو چاپ میکنه، 20 رو چاپ میکنه، بعد نگاه میکنه میبینه 20 آیا جی مساویس 20 شد، جی مساویس 30 شده، نه، یه بار دیگه حالا آیه شده 3، 3 ضرب در 10 میشه 30، 30 رو چاپ میکنه و بعد میاد اینجا میگه که جی مساویس 30، بله جی مساویس با 30 و بریک، و کلا از لوب خارج میشه، از این لوب با این دستور بریک خارج میشه، دیگه 40 رو نمیاد چاپ کنه، به 40 نمیرسه. این بحث دستور بریک. ما میتونیم از دستور کانتینیو هم استفاده کنیم. کانتینیو یعنی که برو از ابتدای لوب شروع کن. بذارید که من این یه جابجایی انجام بدم، این رو دستور پرینت رو از اینجا کات کنم بیارم، بعد از دستور این قرار بدم، مثلا بذارم اینجا، اینجا قرار بدم و این رو هم بذارم کانتینیو. کانتینیو. خب این به چه نحو عمل میکنه؟ خب یعنی برنامه اینجوری شد که از اینجا شروع میشه، آی مساویس 0 میشه، خب بعد 0 ضرب در 10، ما این آی رو هم بذاریم انتهاش که یه چیز اینجا بذاریم، اینجا بذاریم. خب آی مساویس با 0 میشه، 0 ضرب در 10، درسته؟ 0 ضرب در 10 یعنی جی میشه 0، میاد اینجا جی مساویس با 30 نیست، این کانتینیو عمل نمیکنه، این چیزی که داخل این کروشه هستش عمل نمیکنه، جی رو چاپ میکنه، یکی به آی اضافه میکنه، حلقه رو ادامه میده، میشه 10، بازم ادامه میده، میشه 2، اینجا میشه جی میشه 20، بازم ادامه میده و اینجا میشه 3،
میشه جی میشه سی و بعد چک میکنه میگه که جی شده سی. وقتی میگه جی شده سی دیگه نمیاد ادامه بده حلقه رو، میاد میپره به ابتدای حلقه. یعنی اگر اینو اجرا کنیم شما میبینید که صفر رو از صفر که شروع کرده صفر رو چاپ کرده، 10 رو چاپ کرده، 20 رو چاپ کرده، حالا رسیده به 3. یعنی اینجا آی 3 شده، جی شده سی با این ضربی که اتفاق افتاده. بعد میگه که اگر جی مساوی سی کانتینیو، حالا میرسه بله جی شده سی، بنابراین چی میشه؟ میپره به ابتدای حلقه. خب اگر من اگر آی رو بذارم اول دید بهتری خواهید داشت. من آی رو میذارم این اول. بسیار خوب، شروع میکنم استارت کردن. آی مساوی صفر وارد حلقه میشه، میشه 1، میشه 10، میاد اینجا، هنوز سی نشده که وارد این دوتا کروشه بشه، 10 رو چاپ میکنه. آی هم که هنوز کوچیکتر از 5. بسیار خوب، بله وارد اینجا میشه، میشه 2، 20 رو چاپ میکنه، میشه 3، میشه سی. وقتی آی میشه 3، 3 ضرب بر 10 میشه سی، اون وقت جی سی هستش وارد این میشه. الان میتونه وارد این بشه چون شرط داخل این ترو هستش. وقتی وارد این شد میگه کانتینیو، دیگه نمیره اینجا که سی رو چاپ کنه. کانتینیو یعنی برو اول حلقه، میاد اول حلقه. اول حلقه چه اتفاق میشه؟ این آی 3 بوده، حالا میشه 4، میشه 40. آی جی مساوی با سیه؟ نه، میاد 40 رو چاپ میکنه. بعد دوباره حلقه رو ادامه میده. آی هم هنوز کوچیکتر از پنج هستش چون 4 شده. میاد اینجا 4 به اضافه 1 میکنه میشه 5، 5 ضرب 10 50. جی مساوی سی هستش؟ نه، میاد 50 رو چاپ میکنه و بعد میاد اینجا. این شرط چک میشه که بله آی الان دیگه مساوی 5 هستی و کوچیک‌تر از 5 نیست و از حلقه خارج میشه. پس کانتینیو اگر بدیم یعنی ما رو برمیگردونه ابتدای حلقه. خب حالا با همین دستورات فوری که الان داریم میخوایم یه جدول ضربی رو اینجا بسازیم. ببینیم چطوری میتونیم یه جدول ضرب در نظر بگیریم و این رو بسازیم. من کل اینو پاک میکنم. من دو تا فور تو در تو مینویسم چون جدول رو میخوام درست کنم. میگم که فور این یه فور، یه فور دیگه هم اینجا وارد میکنم، فور اینم یه فور دیگه. خب توی فور اولی میگم که شما بیا از اینتیجر، اصلا اینا رو هم بیرون تعریف بکنم، اینجا بیرون تعریف بکنم که من یه اینتیجری دارم آی مساوی با صفر، آی مساوی با صفر و یه اینتیجر دارم J مساویس با صفر. آی و J تعریف کردم، حالا میخوام آی هم باشه ردیف ها و J هم باشه ستون ها. خب پس اینجا آی هم چی شد؟ یه کامنت میذارم میگم آی هم هستش درسته رو، و یه کامنت اینجا میذارم میگم که این هستش ستون ها اگه درست نوشته باشم. خب حالا میام اول این وقت کامنت میذاریم دیگه، اون بعد از کامنت که جزء دستور محسوب نمیشه، فقط شما یه متنی گذاشتید که توضیح بدید برنامه رو. میگم از آی مساوی با صفر سمای کالن تا آی کوچیکتر از چند باید بذارم؟ 10
سمایکالن و آی رو هم همینجور افزایش بده. خب این یکی. برای جی هم باز به همین صورت، ستون ها هم به همین صورت، ستون هم جی هستش، از جی مساویس با صفر سمایکالن، جی کوچیکتر از ده سمایکالن و جی. این الان دو تا حلقه تو در تو دارم می نویسم. اول یه بار آی افزایش پیدا میکنه، بعد ده بار حلقه داخلیه میچرخه، دوباره یه بار، دوباره این ده بار، و همین صورت اینا باید ساخته بشه. خب الان چی باید من اینجا در نظر بگیرم؟ آی مساوی با صفر کردم، یعنی الان ردیفام ردیف صفره، باید شروع کنه جی رو چاپ کردن. من میگم سیستم، یه دستور پرینت بنویسم، سیستم دات اوت دات پرینت. چی رو پرینت کنه؟ مثلا اینتیجری باشه پرینت کنه. حالا فرض کنیم مثلا بیا جی رو چاپ کنه. فعلا رو داریم تست میکنیم برنامه رو. خب همین اجرا کنیم ببین چه اتفاقی میفته. یه جدولی میسازه به این شکل. اجازه بدید پرینت صفر تا 9 رو ساخته، دوباره صفر تا 9، دوباره صفر تا 9 به همین صورت. ولی میخوایم که شکل جدولی بشه، باید یه خورده به این فاصله بدیم تو موقع چاپ، وقتی میخواد اینو چاپ کنه بگیم که این یه فاصله به اضافه این. اینا رو این شکلی چاپ کنه، الان با فاصله اینا رو 0 تا 9، دوباره 0 تا 9، هنوز ضرب نکرده، هنوز ما ضرب رو انجام ندادیم، فعلا فقط میخوام اینا رو درست کنیم که به چه نحوی اینا رو کنار همدیگه بچینه. خب جدول ضرب رو میخوام الان آمادش کنم. آی مساوی با صفر، جی مساوی، دو تا اینتجر تعریف کردم، بعد گفتم دو تا حلقه میخوام، یه حلقه که بیاد برای من ردیف ها رو بسازه که این حلقه آی هستش، و یه حلقه که بیاد ستون ها رو بسازه. یعنی اگر اومد ردیف یک شد، حالا شروع کنه و در ردیف یک اون 9 تا ستون رو بسازه، یعنی از 1 تا 9 رو بسازه. خب بعد چی رو پرینت کنه؟ من دستور اینجوری دادم که سیستم اوت پرینت کن، یه فاصله هم بذار آی در جی، یعنی آی الان اگه آی 1 شد، حالا شروع میکنه 9 بار فور داخلی رو تکرار کردن، یعنی 1 در 1، 1 در 2، 1 در 3، 1 در 4 تا 1 در 9 رو پرینت میگیره، و بعد میاد دوباره حالا آی رو 2 میکنه، دوباره 2 در 1، 2 در 3، 2 در 4، این آی درجه این ضرب میشه، نتیجه میشه این. اما این الان حالت به حساب ردیفی داره، من میخوام که در حقیقت بیفته هر بار که ردیف تکرار میشه بیفته خط بعد. دستور بالا رو استفاده کنم، زیر فوری که داره ردیف ها رو میسازه میگم که پرینت لاین کن، یک فقط یه فاصله بنداز، فقط یه برو خط بعد، یعنی دستور سیستم اوت پرینت لاین، و هیچی هم توش ننوشته، یعنی برو خط بعد. پس وقتی یه بار یک میاد این ضربه رو انجام میده و حلقه داخلی رو 9 بار تکرار میکنه، بعد میاد میشه آی مساوی با 2، میره خط بعد و بعد دوباره حلقه رو تکرار میکنه به این نف. الان جدول ضرب ما ساخته شده، یعنی 1 تا 9 از این ور، 1 تا 9، حالا 2 2 تا 4 تا 2 3 تا 6 تا 2 4 تا 8 تا 9 9 تا 81. اگر میمردم یه خور فاصله ها رو بیشتر میکردم، احتمالا اینها زیر هم دیگه می افتادن. حالا بکنم این اتفاق می افته، بازم یه خورده فاصله رو بیشتر کنم ببینم
نه، چون اینا از اینجا شروع میشه، اینا دو رقمی هستن، اینا یه رقمی هستن. به هر حال با دستور میتونیم دستوری بنویسیم که هر وقت رسید به فرض کنید که حالت دو رقمی، بیاد یک مشخصاتی رو توی سیستم خروجی این رو در بیاره. به هر حال این جدول ضرب ما هستش که توسط دو تا حلقه، یه حلقه بیرونی و یه حلقه داخلی این ساخته شده. بریم سراغ آرایه ها، روی آرایه ها کار کنیم. آرایه ها رو آرایه ها در حقیقت یک کالکشن یا یک جمعی از دیتا هستن. مثلا اگر شما 100 تا دیتا، 500 تا دیتا داشته باشید، شما که نمیتونید این رو بیاید 500 تا متغیر در نظر بگیرید، 500 تا وریبل تعریف بکنید. میایم براش یه آرایه در نظر میگیریم، بر اساس آرایه ها کار میکنیم. آرایه ها بر اساس ایندکس ها تعریف میشن. مثلا فرض کنیم میایم یک آرایه تعریف میکنیم تحت عنوان نامبر، بعد نامبر صفر ایندکس صفره، یعنی یک متغیر. نامبر یک انگار یک وریبل جداگونه هستش از این آرایه، یعنی توی این آرایه عدد دومی، نامبر سه عدد سومی، نامبر چهار، نامبر پنج، به همین صورت این شکلی تعریف میشه بر اساس ایندکس هایی که به خودش میپذیره. خب آرایه رو چطوری تعریف میکنیم؟ ما میایم اول نوع آرایه رو تعریف میکنیم، میگیم که این آرایه از اعداد که میخوایم در نظر بگیریم اول چی هستش؟ اینتیجره، کرکتره، فلوته، دابل، چی هستش؟ بعد دو تا خب براکت ها، پس نوع دیتامون چیه؟ اینتیجر چی هستش؟ یه براکت باز و بسته میذاریم و اسم متغیرمون رو تعریف میکنیم و از طرفی چون داریم از باید اونها رو تعریف بکنیم، create بکنیم. این که حالت دکلر کردن یا اظهار کردن هستش، مثل میگفتیم integer number، یه عدد، یک مسلول حافظه به نام integer داریم، اینجا دکلر کردن هستش و اینجا create کردن هستش. create کردن هم اینجوره، اسم متغیر رو می نویسیم، new، چه نوع دیتاییه و چه سایزی داره. حالا تو مثال ها بهتر شما می گیرید. مثلا فرض کنید که من یه آرایه میخوام بسازم، اسمشو رینفال گذاشتم، از جنس دابل هستش، آرایه هستش. حالا میام تعریف میکنم، میگم رینفال مساوی با نیو دابل 12 تا، یعنی این سایزش 12 تا به حساب مقدار به خودش میگیره. دبل مثلا رینفول صفر، رینفول یک، به همین صورت ادامه داره. به آرایه به شکل یک آبجکت که از یک کلاس گرفته شده میشه نگاه کرد. خب حالا اینجا بهتر میتونیم این رو بفهمیم. یک متغیره به نام رینفال گرفتم، جنسش دابل، آرایه هستش، آرایه‌ای که سایزش 12 است. سایز 12 یعنی از ایندکس 0 شروع میشه تا ایندکس 11. مثلا فرض کنید رینفال 2 داره اینجا رو نشون میده، این رینفال 2 هستش و به همین صورت رینفال 0، رینفال 1، 3، 4، تو این ایندکس که شما میذارید داره در حقیقت انگار یه متغیر جدیدی تعریف میکنید که جزو اون آرایه محسوب میشه. خب اینجا اومده صفحه کلید رو آماده کرده، یه آرایه تعریف کرده، نیو کرده، یعنی دابل این رینفال آرایه هستش، نیو کرده یعنی یه آبجکتی ساخته ازش که 12 تا عنصر داره و دوباره یه دابلی تعریف کرده به این شکل، سام شروع کرده،
یک حلقه فور ساختن integer مساوی 0 تا اندازه rainfall.length، یعنی به اندازه سایز این میخواد از صفحه کلید دیتایی رو بخونه، دیتای اشاری رو بخونه و بذاره داخل این rainfall. یعنی هر بار که این حلقه فور اجرا میشه میگه که این rainfall رو این دستور پرینت رو اجرا میکنه، میذاره تو rainfall اون مورد، جمع میکنه با مقادیر سام و این رو به تعداد اندازه سایز آرایه rainfall تکرار میکنه. برنامه داره متوسط بارندگی رو نشون میده در ماهای مختلف. 12 ماه هستش، 12 عدد وارد میشه و به ما متوسطش رو میده. خب همین برنامه رو مینویسیم، اجرا میکنیم، ببینیم که به چه نفع کار پیش رفته. اول که میخواد از صفحه کلید عددی رو بخونه، خب من اول یک دابل تعریف میکنم، متغیر دابل، میگم که مثلا حالا تحت عنوان رین، بعد یه دابل تعریف میکنم این رین مونت، مثلا میخواد اون عدد 12 ماه رو وارد کنیم، مساوی است با نیوشم بکنم، نیو نیو دابل هستش، چند تا مال 12 ماه رو. پس من یه آرایه‌ای به نام رین مونت تعریف کردم از جنس دابل، نیوش کردم، سایزش هم 12 تاست. یه دستور فور می نویسم برای این 12 ماه، دستور فور می نویسم، میگم از آی مساویس با صفر، حالا اینتیجرش هم در نظر بگیرم، بگم که این اینتیجر آی مساویس با صفر سمای کالن تا آی کوچیکتر از 12 سمای کالن و آی رو هم هر ماه یه بار افزایش بده. خب دستور اسکنر رو هم که گفتم، این بالا یه دونه آبجکتی تعریف کنم از کلاس اسکنر، از کلاس اسکنر که کیبورد رو میخواد بخونه، مثلا اسمشو بذارم کی، این مساویه، نیوشم میکنم، نیو اسکنر سیستم س
سیستم این کلیدو بخون، بذار توی کی. خب بعد یه دابل رین دارم، بله اینو ببرم. حالا میخوام اون چی که خونده شده بخونه بذاره توی دابل رین، بنابراین اینو کات میکنم میذارم اینجا تعریف میکنم. اینا هم باشه قبل از این تعریف بشه. بسیار خوب، حالا میام اینجا شروع میکنم به خوندن این، میگم که این رین مونته، این رین مونته آی مساویس با کی دات، یه دابل بخون سمای کالن، یعنی دابل رو بخون بذار توی اون تا آی مساویس با صفر تا 11 هم میره، یعنی 12 تا رو میخونه میذاره توی اینا، و وقتی اینا رو خوند حالا من میتونم بیام و بگم که همینجا بگم که یه سامم تعریف کنم این بالا، اینجا نیاز داشتم یه دابلی جمع اونا رو بگم که یک متغیر به نام سامم تعریف میکنم، بعد میام اینجا میگم که این سام حاصل جمع اینها برابر است با هر بار سام رو به اضافه دابلی کن که مربوط به اون آی هستش، مربوط به اون آی هستش، ببخشید اینجا رین مونته اشتباه کردم، رین مونت اونو به اضافه سام کن، نتیجه رو بذار توی سام، و وقتی این کار رو کردی حالا نتیجه توی سام هستش. باز دوباره یه دونه از جنس دابل باید تعریف کنم به اسم مثلا اوریج AVG مثلا بذارم، و اینجا در پایان بعد از اینکه از حلقه فور خارج شد بگم AVG این معدل این بارندگی برابر است با سام تقسیم بره. حالا میتونم از اون تابع استفاده کنم، رین تابع رینمون دات لنتش طولش، که طولش 12 تاست سمای کالن. خب ببینیم چه اشکالاتی گرفته. حالا سام میگه اینیشیال نشده، مقدار نده بوده این به سام داشت خطا میگرفت، یعنی خب چی و با چی جمع کنه داشت خطا میگرفت، اینجا چون نمیدونه توی سام چی هستش قبلش چیه باید اینیشیالایز بشه، خودش برنامه داشت در حقیقت خطاش رو نشون میداد. اینجا اگه اینجا در نظر میگرفتیم روی این میگرفتیم میگه که لوکال وریبل سام نات اینیشیالایز نشده، من اینجا اگه روی این میزدم خودش اینجا مسئله رو حل میکرد و اینو اینشالایز میکرد، ابتدادهی میکرد و این رو در نظر میگرد. خب برنامه رو یه بار دیگه توضیح میدم، من میخوام تعداد بارندگی 12 ما رو بگیرم بذارم توی آرایه‌ای که طولش 12 تاست، یعنی از ایندکس 0 شروع شده تا 11، بعد هر بار اینا رو با همدیگه جمع بزنم، جمع اینا که اتفاق افتاد بیام تقسیم بکنم بر طول این آرایه که نه این تعداد ماهای ما هستش، که من با دستور رین مونت که همون آرایه هستش و متد لنت از اون اومدم این رو در نظر میتونستم اینجا بذارم 12، ولی خب اومدم از
این استفاده کردم که طول آرایه رو با دستور لنت مشخص میکنه، حاصل جمع به دست آمده تقسیم بر این میشه و میشه اوریج ما. اجراش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یک تغییری که باید اعمال بکنم این که اینجا یک توی فور یه دستور بزنم که آقا اینجا شما سیستم داد اوت یه پیامی رو بده و بعد بیاد اونا رو بخونه. print line string بگه که چی رو وارد کنید، enter مثلا rain، اینو وارد کن، دو نقطه، تموم شد رفت. خب هر بار اینو برای شما میگه، شما مثلا فرض کنید میگید که 12 15 1 2 5 6 7 15 36 مثلا 25، ببینیم که جمع میزنه بالاخره یا نه. اینجا این رو هم چاپ بگیره دیگه، بیاد سیستم دات اوت، یه پرینتی هم از این بگیره، دات پرینت استرینگ. خب بعد من بگم که اینجا این average برابر با، خب از این خارج شو، یه به اضافه و AVG رو چاپ کن. خب حالا بریم دوباره وارد کنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رو وارد کنم، اوریج هست 6.5. پس شما توی تک تک عناصر داخل این آرایه اعداد رو قرار دادید، دستور فور این تعداد آرایه ها رو و جمعش رو انجام داد، بعد تقسیم بر طول آرایه شد که همون 12 ماه هستش، و بعد گفتیم خروجی رو چاپ کن که الان با اعدادی که وارد کردیم شده 6.5.